شبکه تحلیلگران افغانستان در گزارش تازه گفته که با تسلط دوباره طالبان بر افغانستان توازن قوا در مناطق هزار نشین به طرز چشمگیری به نفع کوچی ها تغییر کرده است این شبکه گفته است که بازگشت طالبان به قدرت به کوچی ها امکان داد که به, ن... که به مناطق شیعیان و هزاره ها و ارتفاعات مناطق مرکزی افغانستان هجوم ببرند علی اکبری گزارش می دهد شبکه تحلیلگران افغانستان در گزارش تازه خود نوشته است که طی دو سال گذشته کوچی ها همچنان با استفاده از زور و ارعاب به آزار و اذیت شیعیان و هزارها ادامه دادن. گزارشگران شبکه تحلیلگران افغانستان میگویند که تعداد کوچی هایی که در سال 2023 به مناطق هزاره نشین هجوم بردند به میزان قابل توجهی زیاد بوده است. هرچند که در مقایسه با سال قبل آن در برخی مناطق تعداد آنها کاهش یافته است در این گزارش آمده است که با به قدرت رسیدن دوباره ی طالبان در سابستان 1400 توازن قوا در مناطق هزار نشین به طرز چشم گیری به نفع کوچی ها برهم خورده است بگونه ای که جامعه شیعیان و هزارها خود را مغلوب و خل اصلاح شده می بینند. در حالی که کوچی ها معمولا با مقامات امنیتی و اداری حاکمان که اغلب از لحاظ قومی نزدیکن مجاز به حمل سلاح برای دفاع از خود هستند در این گزارش آمده است که بلا تکلیفی ناشی از حجوم کوچی ها، فشارهای اقتصادی و نگرانی های امنیتی، مشکلات مداوم جوامع شیعیان و هزارها به ویژه در استان قزنیست. بر پایه گزارش شبکه تحلیلگران این مشکلات سبب شده از ساکنان محلی به ترک منطقه خود بیاندیشند. در گزارش شبکه تحلیلگران آمده است که کوچیها تنها در شهرستان ناهور غزنی تمام چراگاه ها از جمله زمین های غیر آبی را بدون مخالفت شهروندان بومی تصاحب کردند. باشندگان این شهرستان به شبکه تحلیلگران گفتند که هیچ چراگاهی برای استفاده روستاییان باقی نمانده است. شبکه تحلیلگران افغانستان نوشته که شیعیان و هزاره ها در بامیان موارد خشونت ارعاب و تلاش برای آدم توسط کوچی ها را حتی در مرکز شهر بامیان گزارش دادند. در بخشی از گزارش آمده است که کوچی ها از زور استفاده کردند و با هزاره ها درگیر شدند و اسلحه کشیدند اما در نهایت توسط نیروهای امنیتی طالبان و ساکنان محلی این مسئله مهار شد در گزارش شبکه یه تحلیلگران آمده است که شش تن از هزاره های عضو کمیسیون مرکزی حل اختلاف میان کوچی ها و دهنشینان بامیان به دلیل تهدید و فشار اعضای کوچی و بزرگان هزاره استعفا دادند این در حالی است که طی بیش از دو سال گذشته گزارش های متعددی از حمله مسلحانه کوچی ها برده نشینند تصرف زمین های مردم هزاره و حمایت جنگجویان طالبان از کوچی ها منتشر شده است علی اکبری اخبار شیه